ان شاء الله هیڅ مشکل نشته اوس په دې چې موږ یو هیڅ مشکل نه لري پیښ شوی خو دا چې امارت اسلامي له طرفه لري نو د تیر کال دوی دغه چې و هغه اعلان وکړ چې په تیر کال کې هیڅ امنیتي پیښه نه ده شوې. اینجا قبر احمد شاه مسعود است. آیا دوست داری احمد شاه مسعود؟ احمد شاه مسعود من نمیشناسم. نمیشناسی؟ نمیشناسم نه. صاحب قبر احمد شاه مسعود است و این تانگام از دوران شوروی است. دیگه فکر کنم تماما خراب است. و در بخور نیستن. در این ساحه زیاد است. از این اینجا قبر احمد شاه مسعود کسی که طرفداران زیاد داره، طرفداران علاقمندان زیاد داره و بسم الله الرحمن الرحیم. عرض درود سلام نثار تمامی شما بیننده های عزیز چینل یوتیوب وطندار پلاس. امیدوار هستم که جور و صحتمند و سرحال باشین، از گزند روزگار در امان باشین. دوستان نهایت عزیز، سمیه صمیمی هستم. امروز روز دوم است. ساحه یا ولایت زیبایی از پنجشیر آمدیم. حالا که پنجشیر آمدم، زیبایی های از منظره و زیبایی های از ولایت پنجشیر بر شما به تصویر کشیدم و شما مشاهده کردین که واقعا پنجشیر یک جای نسبتا مقبول زیبا. حالا دیگه تصمیم گرفتم حالا که تا پنجشیر آمدیم یک بار سر قبر عامر صاحب احمد شاه مسعود بیایم و تشکری نهایت زیاده از امارت اسلامی دارم بابت همکاریشان که با ما همکاری کردن تا ما بیاییم تصویر از قبر احمد شاه مسعود بر شما داشته باشیم و ببینیم که حالا قبر احمد شاه مسعود چگونه است در زمان امارت اسلامی. اگر دوست دارین که بیننده برنامه ما باشین، پس تا آخرین لحظات مرا همراه باشین. نگفته نمانه که محوطه ساحی است قبر احمد شاه مسعود است. اینجا یکی از مسجدهای شریف و اونجا فروشگاه است. ما تا جایی که میبینم مشاهده میکنم اینجا مسجد است، اونجا فروشگاه است. حتما در گذشته ها یا حالا هموطنان ما اجازه داشتن که جا به سیر و سیاحت بیاین و او طرف هم از قبر احمد شاه مسعود. آهسته آهسته میرم به طرف قبر احمد شاه مسعود، شما مرا تنها نگذارین، بیاین مرا تعقیب کنین. عزیزای بیننده، حالا دیگه محوطه از قبر احمد شاه مسعود است. اینجا مسجد شریف است. ما در بعضی ویدیوها میبینیم که خود احمد شاه مسعود هر جایی که البته نمازش قضا نبوده. خب به هر ترتیبش ما میگذاریم. اینم مسجد در ساحه محوطه احمد شاه مسعود. و یک چیز جالب دیگر که من بر شما نشان میدم، بیاین بیشتر، تیاره است. اینجا یکی از تیاره های جنگی فکر کنم است. این تیاره شاید دو دورانا این تیاره جور بوده باشه. و ایدریس چی می باشه؟ ایدریس من دقیق نمیفهم، شاید امو وسایل جنگی باشه یا شاید هم مربوط به خودم این تیاره می باشه. خب این تیاره چیز نداره، فقط قفس چش است، هیچ چیز ندارم. من کوتاه‌تر، خلاصه‌تر فقط یک تصویر داشتم از این تیاره. میرم به طرف خود قبر احمد شاه مسعود. خوشبختانه
استادان یکی از مجاهدین کنار ما استاد هستن، صحبت های می داشته باشیم درباره وظیفه خودان بر ما بگن. سلام علیکم قاری صاحب. و علیکم سلام. تشکر، سلامت زنده باشین قاری صاحب. از این بر ما بگن از کجا آمدین، از کدام ولایت هستین؟ زاد هلمند ولایت ما. از هلمند ولایت پنجشیر آمدین. و دل فراغل وظیفه. چقدر وقت میشه شما ایفای وظیفه میکنین؟ ان شاء الله تعالی زموس په 15 پنج میاشت به کیر دل وظیفه میده. بسیار خوب. وظیفه شما در ساحه قبر احمد شاه مسعود چی میباشه؟ دل ته چې ما زدل ته سربازی لرم، سربازم په دې کې. و په دا کنده کې نو زه وظیفه لرم سربازی. بسیار عالی. خب از امنیت ولایت پنجشیر بر ما بگویید، چقدر تامین است، چقدر باشندای محل دل جمع زندگی کرده میتونه؟ دلته ان شاء الله هیچ مشکل نشته، واسه دلته چې موږ یو هیچ مشکل نری پیش سوی. خدا را چې امارت اسلامي لته راغلی دی، نو د تیر کال دی دغه چې وغه اعلان وکړي چې په تیر کال کې څه امنیتي پیښه نه رسوي، دلته څه امنیتي پیښه نه رسوي، دلته ان شاء الله په پوره توګه سره امنیت تامین دی. بسیار عالی، ما خوشحال میشیم که امنیت باشه در افغانستان. قاری صاحب، ساحه که ما استاد هستیم و شما استاد هستین نهایت مقبول، سرسبز، آیا هموطنای ما حق دارن اینجا بیاین به تفریح و چکر؟ ولی نه، دلته باید راست، دلته باید راست تفریح لپاره، دا خو چې ډیره شایسته ځای دی، باید راست، دا خو موږ وطن دی. این دوستای عزیز، ما گفتن من قاری صاحب هم ما شما رو دلجمی دادن، همگی میتونن که بیاین در اینجا به تفریح و سیاحت و چکر. بازدید هموطنای ما از این ساحه یا از این تپه چقدر است؟ چقدر هموطنای ما زیاد میاین کم میاین؟ دل دیر خلق رازل ته دورز بخیر، دیر خلق رازل ته تفریح ده پر ده منظری ده پر ده منطقه وینی، نو دل ته دیر خلق رازل ده منظری ده پر ده دیر یو شزای دی. بسیار عالی، بسیار عالی. خب پیام داشته باشی، پیغام کمره در خدمتت است. پیغام چه پیغام لرو ده کمره والا ته؟ بله بله. ونو دی بعد سیار ځای ولاړ شي چې دلته خلک دغه معلوم کړي چې دا اوس څنګه دي، دلته چې راځي خوښ خلک راځي، چې مثال دلته د منظرې دپاره راځي، څنګه د طالبان څنګه وضعیت ورسره کوي، نو دا خو بیخي ښه دی چې داسې دغه وکړي. بسیار زیات تشکر زی کمرې مصوبت کړي. مننه. مننه، تشکر. دوستان، شما بیننده برنامه ما هستین. قاری صاحب بر ما و شما دلجمی دادن، هر هموطن ما میتونن که بیاین از این تپه دیدن کنن، لذت ببرن، چکر برن. بر شما توصیه میکنم که همیشه چکر برین و تفریح کنین. بسیار رسیدم به قبر احمد شاه مسعود و یک مکان، یک جای اینجا آماده شده، بسیار مقبول، بسیار زیبا، یک جایی که به تفریح و سیاحت همچنان هموطنان ما میتونن که بیاین اینجا داشته باشه، بالخصوص امی جاهای سرسبز که جلب توجه ما را بیشتر ساخته. مستقیم شما میبینید که قبر احمد شاه مسعود است و این محوطه، این ساحه اختصاص داده شده به قبر احمد شاه مسعود که در گذشته ها تمام افراد نظامی جمهوری در اینجا سکونت داشتن و مراقبت میکردن از قبر احمد شاه مسعود. حالا دیگه تمام مجاهدین است و یک تعمیرک همچنان دارن. من اونجا صحبت کرده نتانستم، حتما تصویرهایش با شما می داشته باشم. آهسته آهسته میرم به طرف قبر احمد شاه مسعود، اگر یک نفر پیدا کنم امرایشان صحبت داشته باشم. عزیزای بینده، این ساحه ساحه نظامی است، من زیادتر اجازه ندارم که از این ساحه بر شما تصویر داشته باشم. مستقیم میریم سر قبر احمد شاه مسعود، بر شما از قبر احمد شاه مسعود تصویر می داشته باشیم. اینجا ساحه نظامی است، اتاقای مجاهدین است، کسایی که امنیت را گرفتن. بالاتر سر تپه قبر احمد شاه مسعود است. بعض از هموطنان ما همچنان به بازدید قبر احمد شاه مسعود امروز آمدن. به به، واقعا جایی است، جایی ساخته شده که قبر احمد شاه مسعود بهانه ای است به خاطر زیبایی این ساحه. فقط بهانه شده، یک مکان پاک، یک جای بهتر، یک جای خوبتر به سیر و سیاحت هموطنای ما است. دقیقا میرم طرف قبر احمد شاه مسعود، درش قلف است، شما مشاهده میکنین. ای کاش باز می بود، من زیادتر اجازه ندارم، اگر نه امی قلفم باز میکردم.
متاسفانه دروازش قلف است، داخل رفته نمیتونم و اینجا پنجره گرفته شده. اینجا قبر احمد شاه مسعود، کسی که طرفداران زیاد داره، طرفداران علاقمندان زیاد داره و حالا دیگه خواب است، خواب است زیر زمین. هر کدامی ما و شما، هر جای، هر مقام، هر چیزی که باشیم، بالاخره و بالاخره میریم زیر خاک. متاسفانه جای ما و شما زیر خاک است. بیاین یک گرده میزنیم، من به طرف قبر احمد شاه مسعود میریم. ای کاش میشد یک نفر بر ما و شما معلومات میداد، صحبت داشته باشم با هموطن ما. سلام علیکم بیادر. سنگی خیره؟ من نه فارسی پویگی؟ یا ها بسیار خوب. اسمتون چی می باشه؟ پشتو. نامت چیست؟ عبدالسلام. سلام جان، از کجا آمدی؟ پشتو. از کم ولایت رغلی؟ روزگان ولایت. روزگان؟ ها. از چکر آمدی؟ او بسیار عالی. کجا خوشت آمد زیاد؟ ایجا چطو آمدی؟ پشتو پا دوام سر نخلطی رو. خواه، فارسی که دیر نپویگه. اما بیادر ما از روزگان آمده به خاطر سیر و سیاحت با فامیل خود. من نه شما نیستی اینجا میاین، هموطنهای ما همچنان اجازه دارن که در قبر احمد شاه مسعود و بعض از چیزهای دیگر شما همچنان مشاهده میکنین. من زیادتر گفتن نمیتونم، متاسفانه کمره خود را پیشتر میبرم. میخوایم که از پشت شیشه قبر احمد شاه مسعود ببینم که متاسفانه خوابیدن از علاقمندان زیاده دارن. خوشبختان آجی صاحب، من نمیفهم از کدام ولایت آمدن به سیر و سیاحت، صحبت هایی میداشته باشیم چطور شد به قبر احمد شاه مسعود بیاین. سلام علیکم آجی صاحب. و علیکم السلام. خوب هستین آجی صاحب؟ صحت من؟ خیریت هست. تو خوب هستین؟ شکر، سلامت زنده باشی آجی صاحب. از کدام ولایت آمدین؟ از هلمند. از هلمند آمدین. هلمند چطور بود؟ آب و هوایش، زراعتش چطور بود؟ زراعت خوب است، هوای گرم است. هوا گرم شده کمکه. چطور شد که طرف پنشیر بیایی یک بار؟ نه بس با مزاره آمدیم. تفریح و چکر آمدیم. تفریح و چکر. چطور بود تفریح تان چطور گذشت؟ چی؟ تفریح چطور بود؟ خوبش بود هوا؟ خوب هوا است. اینجا قبر احمد شاه مسعود است. آیا دوست داری احمد شاه مسعود؟ احمد شاه مسعود من میشناسم. نمیشناسید؟ نمیشناسم. نه نمیشناسید. خداوند رحمتش کنه، ببخشیش خدا. خب چطور بود هوای پنشیر؟ هوای پنشیر خوب است، بسیار خوب است. هوا داره طرف های هلمند میوه پخته شده. پخته شده. بیاییم یک روز مهمانتان شویم. مهمان بیاییم پیشتان. وا مهمان. تشکر آجی صاحب از اینکه همراهی ما صحبت کردی. مننه. دوستای عزیز، بعضن استثناء فامیلا میاین اینجا به تفریح و سیاحت. همینجا یک دخترک است، فکر کنم که پدر خط آمده. سلام علیکم. خوب هستی؟ نامک چیز؟ گلسم. گلسم جان. گلسم جان از کجا آمده؟ از چی؟ چلمتره. از چلمتره، یعنی کابل دیگه. کابل آمدی. خب چکر خود زدی. اینجا بر چی خریدن؟ چی خریدن؟ انرژی خریدن، نان خریدن. خوردی نان نخوردی داله؟ خوردم. خب چی خوردی؟ آفرین. چی خوردی؟ کباب. دیگه؟ انرژی. آفرین. انرژی. انرژی هم برش خریدن. چی خوش داری که ما برات بخرم امروز؟ ایز نخر. چرا؟ خیلی ما میخواییم که بر تو بخرم. سیز؟ سیز؟ نه. چی رو خوش داری ما برات بخرم؟ خب خیره، هیچ چیز نه، هیچ خوش نداره. خب گلسوم جان عزیز، ریاکت طرف کمره بگی، امروز با کی آمدی پنشیر؟ با پدرم. پدر جانت آمدی. خب ایجا خوشت آمد که آمدی دیدی یا نه؟ آه. یکان گلکا را کندی نکندی؟ شوخی کردی؟ نه. نه دختر شوخ نیست گلسوم جان. مکتب خو میخوانی؟ آه. صنف چند استی؟ مچم. یادم رفته؟ آه. چی ترانه یاد داری؟ یاد داری یکان شعر بخوانی بر ما؟ نداری؟ خانه که رفتی مادر جان تا سلام بگویی، بو خاله سمیم سلام گفتی. خب تشکر از این کمرای ما صحبت کردی گلسم جان، زنده باشی. خب
دوستان تفلک بود گلسوم جان از کابل آمده بود از سمت های مختلف از ولایت های مختلف حالا دیگه شکر خدا امنیت برقرار است همگی میاین به طرف پنشیر و به سیر و سیاحت خب از جای بینده ساحه قبر احمدشاه مسعود است و این تانگام از دوران شوروی است دیگه فکر کنم تماما خراب است و درد بخور نیستن در این ساحه زیاد است از این گونه چیزها زیاد است و خوشخبری ای که چقدر خوب است که از چنین جاهای تمام هموطنان ما بتانن بیاین بازدید کنن دیدن کنن اجازه داشته باشن که به تفریح و چکر بیاین خب زیبایی های ولایت پنجشیر نهایت زیاد است ما هر چقدر که از اینجا تعریف کنم توصیف کنم باز هم کم است اما یک چیز دیگر من متوجه شدم بر شما میخوام نشان بدم که پاکی و صفایی ساحه همچنان از بسیار نهایت خوب است از همینجا که امیر قم پاک است منظم است هیچ چیز نه کاغذ نه قوطی نه پلاستیک هیچ چیز موجود نیست اگرچه هموطنان ما میاین حتی طفلک های خرد در این ساحه میاین اما بازم بسیار منظم بسیار پاک هیچ کدام کثافات در این ساحه دیده نمیشه یکی از قای صاحبا که نرم استاد هستن صحبت های میداشته باشم با ایشان ببینیم چه حرف و سخن دارن از هموطنان ما بر ما شما بگین سلام علیکم قاری صاحب و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته سلام تشکر سلامت زنده باشین قاری صاحب از کدام ولایت هستین؟ پنجشیر ولایت احمدشاه مسعود قبر است وظیفه شما چی می باشه؟ کدام ولایت؟ هلمند ولایت از هلمند آمدین وظیفه شما در پنجشیر چی می باشه؟ پنجشیر قبر مسعود بسیار عالی خب امنیت قبر احمدشاه مسعود را گرفتن خب قاری صاحب میشه بر ما بگوین که بازدید هموطنان ما از ولایت پنجشیر چگونه است زیاد است کم است زیاد است زیاد است مردم آیا میاین به هدیره احمدشاه مسعود یا خیر یا اجازه نیست هست هست او همه میتونن بیاین ایجاد به تفریح هاو کوالایسی همگی هاو بسیار عالی شما آیا شبانه می باشین یا تنها فقط روزانه پیره می باشین او داش پیدا مخم دل تواسی شب روز می باشین او همیشه سلاگی سر آها بعضن پشت فامیل دق نمیری خودت میری خانه میری نه چقدر وقت بات میرین به دو میشتو که شلش پیه کوته شلوش پیدل دهیم رخصتی باشه مقصد بسیار خوب بسیار عالی هموطنهای ما چطور هستن؟ چقدر همکاری میکنن؟ چقدر خوب هستن نسبت به گذشته خوب شدن؟ او خوب شدن هم کاری جنگ خونه میکنن؟ نه جنگ نیست بسیار عالی بسیار عالی چقدر ما شما خوش میشیم که از زبان هموطنهای ما میشنویم که امنیت برقرار است جنگ نیست آب هوای پنجشیر بهتر است یا از هلمند؟ نه پنجشیر هوا بهتر است پنجشیر هوایش بهتر است حتما انشالله بخی ما را مگر فرصت یافتیم طرف هلمند میریم زیبایی های هلمند را بر شما همچنان به تصویر میکشیم پیغام داشته باشین بفرمایین بگوین پیغام چی وای؟ نه خیلی بله از مرد یک دلت خوشحالی کم خبر نست بس در خلق چی در مرد ویدیو گوری بس انشالله مرد دلت دیگ خوشحالی مرشه پا امنیت که کم خبر نسته بس در وطن خلقان مرشه دیگه خوشحاله دی خب دوستای عزیز من زیادتر از کابل برنامه داشتم چون کابل مرکز است پایتخت است اما نظر به کومنت ها نظر به نظریات هموطنهای ما آمدم امروز به طرف پنجشیر اول گرفتیم به کاپیسا سیاحت را بر شما تصویر های زیبایش داشتیم هر نقطه از جمعی افغانستان ما زیبایی های خاص خود داره و امروز ولایت پنجشیر آمدم بهانه کرده خود پنجشیر به قبر احمدشاه مسعود همچنان آمدم و پنجشیر هم که غذاها های بهتر که از هموطنان ما شنیدیم گفتن که کچری قرود و یک چیزی که دیگر هم نام گرفتن که نامش از یاد مرفت متاسفانه و تلخان پنجشیر که نام داره با زیادتر از دوستای ما که فهمیدن که ما آمدیم طرف پنجشیر بر ما فرمایش دادن گفتن تلخان بیارین خب شما زیبایی های از
ولایت پنجشیر زیبا را بیننده باشین. ما هم کوشش میکنم که بر شما بهترین های از ولایت پنجشیر ببینم که در خود ولایت پنجشیر دیگه کدام چیزها است که مرا یک روز دیگه خواهد ماند. و اینم قبر احمد شاه مسعود بود که من بر شما آمدم تصویرش داشتم. متاسفانه که کسی حضور نداشت، یکی که چاشت است، دوم دیگه که زیادتر هموطنی ما حالا دیگه گرمی شده نامده نمیتونن، نبود که من امروشون صحبت های داشته باشم. خب اینم در گذشته یک حوض بود، پر از آب بود، ولی حالا دیگه آبش نیست. حوض هم شاید نفهم که دلیلش چی بوده که تخریب شده و خراب شده متاسفانه، اما انشالله بخیر حتما اینا را بازسازی خواهد کردن و انشالله میسازن. خب این بود برنامه ما که ما امروز آمدیم از قبر احمد شاه مسعود بر شما برنامه گرفتیم. خدا کنه مورد دید شما قرار گرفته باشه. یک خوشخبری دیگه که تمام از هموطنان ما میتونن که در این تپه بیاین به تفریح و چکر سیاحت بیاین، هیچ کس ممنون نیست. از خود از زبان خود قاری صاحب شما شنیدین، میتونه هموطن ما از تمام سمت های مختلف از ولایت های مختلف بیاین اینجا لحظه خوش بگذرانن. خدا کنه مورد دید شما قرار گرفته باشه برنامه امروزی ما. از شما ها تقاضا میکنم بینید برنامه های وطندار پلاس باشین، ما را حمایت کنین با کامنت های زیبایتان، با لایک های زیبایتان ویدیوهای ما را شیر کنین، ما تشویق شویم بریم به طرف ولایت ها، بریم به طرف زیبایی های افغانستان، بریم بر شما منظره های زیبایی از افغانستان تقدیم کنیم. تا برنامه بعدی که سمیه سمی باز هم با یکی دیگر از برنامه های جالب و جذاب در خدمت شما قرار میگیره، شما را به خدا یکتا میسپارم. ما را از دای نیکتان فراموش نکنین. علای آرامدتگار شما.